سلام بچه ها، روزتون بخیر، حالتون چطوره؟ امروز هیچ درس خاصی نمیخوایم داشته باشیم. امروز میخوایم هر آنچه که تا الان داشتیم رو با مثالهای بیشتر مرور کنیم. پس این درسمون در واقع مثالهای بیشتری هست برای مرور هر چیزی که تا حالا یاد گرفتیم. میخونم براتون؟ دخترم میتونه نقاشیهای زیبا بکشه. خب، My daughter can paint nice pictures. My daughter دخترم میتونه can paint nice pictures. Paint یعنی نقاشی کنه، نقاشی بکشه. چه تصویرایی؟ Nice pictures. جمع بچه ها. بعدی ما سعی میکنیم به اونا کمک کنیم که توانایی های خودشون رو بشناسن. We try to help them. بچه این them یعنی به آنها. Know their abilities. بشناسن توانایی های خودشون رو. جمله بعدی، من خانواده‌ام رو دوست دارم. I like my family. My family. خانواده. بعدن بیشتر راجع به خانواده‌ام برای شما خواهم گفت. I will tell you. بچه ها will خواهم گفت. Will خواهم گفت بعدن. I will tell you more about my family later. Later یعنی دقیقاً بعدن. اون I will یعنی خواهم گفت و منظورش راجب آینده است، داره صحبت میکنه. نام من جک است. My name is Jack. من سعی کردم تو هر کدوم اینا یکی از نکاتی که خونده بودیم رو داشته باشیم. مثلا اینجا دقت کنید، My name رو داشتیم، اسمم، و نکته دیگه به جک دقت کنید، با اینکه وسط جمله اومده با حرف بزرگ نوشته شده که نشون بدیم راجب اسم یه شخص خاص داریم صحبت میکنیم. بعدی، من 38 ساله هستم. من 38 ساله هستم. بچه تو زبان انگلیسی برای سن از فعل to be استفاده میشه. I am، من هستم. 38 years old. شما حتی فقط میتونی بگید I am 38. years old شما میتونی فاکتور بگید و اصلا نگید. من متأهل هستم. I am married. I am married. بچه ها اینو تو فارسی میتونید من ازدواج کردم هم ترجمه کنید، ولی من سعی کردم معنی رو براتون انتخاب کنم که نزدیکتر به شکل انگلیسیش باشه. اگر نمیتونید بگید من ازدواج کردم، ولی اگه من اینجا براتون مینوشتم من ازدواج کردم، اینجا شما کمی گیج میشدید که اینا کلمه هاش با هم نمیخونه. تا اونجا که میشده سعی کردم معنی رو به کار ببرم که به فارسیش نزدیکتر باشه. I am married. من متأهل هستم. بعدی، اسم همسر من سو هست. سو اسم خانومشه. My wife's name is Sue. بچه دقت کنید، wife's name اون اس اس مالکیته و با آپوستروف میاد. My wife's name. از نیم به اونور و بچه ها از راست به چپ ترجمه کنید. یعنی چی؟ اسم همسرم، اینجوری ترجمه میشه. اسم همسرم سو است. بازم دقت کنید سو با حرف بزرگ نوشته شده. او یک پرستار است. خانومش رو میگه. She is a nurse. She is a nurse. خب جمله های بعدیمونو ببینیم. او در یک بیمارستان کار میکند. She works. بچه ها works جزء افعال اصلی بود که برای سوم شخص کی بودن؟ he, she, it. برای این سه تا اس سوم شخص استفاده میکردیم. واسه چه فعلایی؟ فقط فعلای اصلی. She works in a hospital. بعدی، او شغلش را دوست دارد. She likes her job. خب likes بازم مثل works اس سوم شخص گرفته. Her job شغلش. خب بعدی، او با تاکسی به سر کار می رود. She goes to work by taxi. She goes to work by taxi. بچه دقت کنید goes با
بازم مثل بالایی ها فعل اصلیه، اس سوم شخص گرفته. فقط یه نکته که خیلی پیش میاد که میبینم اشتباه میکنید اینه که به جای بای میگید ویت. اوکی، ما تو فارسی میگیم با تاکسی، ولی اگه تو انگلیسی از ویت استفاده کنید اینجا به جای بای، یعنی که من دست تاکسی رو میگیرم، دوتایی با هم قدم زنان میریم. که این واقعا این معنی میده، یعنی به همراه یه تاکسی، دوتایی دست در دست یه تاکسی. اوکی، که کاملا بی‌معنیه. پس بای تاکسی. اصلا واسه همه وسایل نقلیه همینطوره، همه وسایل نقلیه بای نیاز دارد. بگید ویت یعنی دستشون میگیرم دوتایی با هم میریم. اوکی، بعدی او به مدرسه ابتدایی میرود. He goes to elementary school. او به مدرسه ابتدایی میرود. اینجا ما راجع به یه هی داریم صحبت میکنیم، شخص دیگری که یه آقاست، یه پسر بچه است که مدرسه ابتدایی میره. His teacher is kind. معلمش مهربونه. His teacher، معلمش. بعدی که این جمله تکرار همون جمله است. دختر ما 5 ساله است. Our daughter is 5. این راجبه دخترشه. جمله های قبلی راجبه یک پسر بود، اینجا یک دختره. Our daughter، دخترمون، is 5. بعدی اسمش مریه. Her name is Mary. دقت کنید مری با حرف بزرگ نوشته شده. Her name، اسمش. Okay. او هم دانش آموز است. She is a student too. اون هم دانش آموز است. این تو اینجا به معنی هم هستش، همچنین. او به پیش دبستانی می رود. She goes to preschool. Pre یعنی پیش. او به پیش دبستانی می رود. او ساعت 9 صبح می رود. She goes at 9 in the morning. بچه at 9 برای ساعت ها at میاریم. In the morning برای صبح، ظهر، عصر، به جز شب، بقیه ایام روز این میاریم. In the morning، in the afternoon، in the evening. ولی شب میشه at. خب جمله بعدی رو ببینیم. او کلاس هایش را دوست دارد. She likes her classes. Classes، یه ES بچه ها بهش اضافه کنید. She likes her classes. او دوست دارد کلاس هاش رو. آنها تمام وقت شعر می خوانند و نقاشی می کنند. They sing songs. آنها می خوانند آواز، آوازهایی، شعرهایی. ما تو فارسی اینجوری نمیگیم. And paint pictures. و نقاشی می کشند. All the time، کل وقت. تو انگلیسی بچه ها مجبوره اینا رو جمع کنه، قانونشه، دستورشه، ولی تو فارسی نمیتونیم. یعنی خیلی بد میشه. شعرهایی میخوانن، نقاشیهایی میکشن، خیلی جالب نمیشه. ما در یک شهر بزرگ و شلوغ زندگی میکنیم. We live in a big and crowded city. We live in a big and crowded city. بعدی آدم های زیادی اینجا هستن. There are a lot of people here. There are a lot of people here. بعدی ما در یک آپارتمان زندگی میکنیم. We live in an apartment. We live in an apartment. و جمله بعدیمون، همسایه های ما آرام و مهربان هستند. Our neighbors are nice and quiet. Quiet، ساکت، آرام. بعدی خونه ما خیلی بزرگ نیست. Our home isn't very big. این مخفف همون is not. Our home is not یا isn't very big. بعدی خونه ما حیاط نداره. It doesn't have. خب رفتیم تو doesn't. دقت کنید have فعل اصلیه. ما قبلا هم گفته بودیم برای سوالی و منفی کردن افعال اصلی نیاز به دو داز داریم. الان اینجا خونه ما میشه جزء سوم شخص ها. سوم شخص ها رو یادآوری میکنم. He، She، It. It جزء سوم شخص ها محسوب میشه. پس براش
does استفاده میکنیم. It doesn't have a yard. حیاط نداره. خونه ما اتاق نشیمن بزرگی نداره. It doesn't have, دوباره مثل بالایی است. Doesn't have a big sitting room. Sitting room اتاق نشیمن یا living room فرق نمی‌کنه. اما سه اتاق خواب داره. But it has. بچه it براش has آوردیم. چون دیگه نه منفی نه سوالیه. It has. It has three bedrooms. بعدی بنابراین فضای کافی وجود دارد. So there is plenty of space. یعنی کلی جا. Plenty of space. یعنی جا کم نداریم تو خونمون. اتاق خواب ها بزرگ هستند. The bedrooms are big. Are تو بیه بچه ها هستند. ما یک خانواده شاد هستیم. We are a happy family. خوشبخت هم میتونست بگه. یه خانواده خوشبخت هستیم. We are a happy family. پسر من نمیتونه موسیقی بنوازه. My son can't. نمیتواند. Can't play music. دقت کنید برای موسیقی از فعل play استفاده میکنیم. تو فارسی میگیم نواختن، تو انگلیسی میگیم play. My son can't، نمیتونه، play music. اما اون رو خیلی دوست داره. چی رو؟ همون موسیقی رو. But he loves it. Loves اسم سوم شخص. It آن را. چی را؟ موسیقی را. او میتونه با گوشیش، با گوشی من، عکس‌های زیبا بگیره. او میتونه با گوشی من عکس‌های زیبا بگیره. He can، او میتونه، take، بگیره، عکس بگیره. Nice photos، تصاویر زیبا، by my cell phone، by به وسیله، به وسیله گوشی من، my cell phone، با گوشی من. دخترم میتونه نقاشی‌های زیبا بکشه. My daughter can paint nice pictures. ما سعی می‌کنیم به اونها کمک کنیم که توانایی‌های خودشون رو بشناسن. We try, ما سعی می‌کنیم to help them. بهشون کمک کنیم know their abilities. بشناسن توانایی‌هاشون رو. اینجا میتونست یه تو بیاد، نیامدنش هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یعنی اینجوری We try to help them to know their abilities. بعدی من خانوادم رو دوست دارم. I like my family. بعدن بیشتر راجع به خانوادم برای شما خواهم گفت. I will tell you. خواهم گفت. داره به آینده اشاره میکنه. More بیشتر about my family. راجع به خانوادم later بعدن. پس I will tell you more about my family later.